بسم الله الرحمن الرحيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم bueno لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين هذه آيات أفتدو شار باب دقية هذه سورة شروع مشوات موضوع دقية الله بيان مكنا در تبات عقيدة توحيد تا آیت دلایل عقلی دلایل نقلی از انبیاء گذشته پیامبران گذشته بر اثبات عقیده توحید و رد شرک بیان میکنه از ابراهیم علیه السلام به صورت تفصیلی دلیل بیان میکنه و از هبده انبیاء دیگه به صورت اجمالی که هم اگهشان مردم به عقیده توحید و عبادت و بندگی یک الله و یک تاپرستی و مدد و خواستن فقط از یک ذات که الله است و رد شرک که غیر الله غیر از الله معبود شده نمیتانه حاجت روا مشکل کشا شده نمیتانه <تصفح> عبادت شده نمیتانه یه دلیل نقلی الله بیان میکند از ابراهیم علیه السلام چرا این دلیل بیان میکنه به خاطر که ابراهیم علیه السلام پیامبری بود که اینا دعوا میکردن مشرکین مکه که ما در دین ابراهیمی میگفتن ابراهیم اینمی عقیده را داشت یعنی پرستی الله یاد میکنه که ابراهیم علی شرک سخت مبارزه کرده گیست با شما تومت میکنین با بالا اگر شما به دین ابراهیم عقیده شرکی را ایلا بکنین و از قال ابراهیم و بیان بکو وقتی را که گفت ابراهیم علی سلام از برای پدر خود آزره که آزر بود نامش اتت خیلو نامن آلحه یا جور کردي ت عقده کرد سناماح بتار معبود خاخ بتر جر ردتخمبود خود جر ردنارا وقومک فی لال مبنیقین متور میبینما پدر و قوم قوم تر فی لال مبنمراه کاراعابراهیمعلالساوتعتشرود اول از سر قوم پدر خود شروع کرد پدرش مشرک بوده و حق پدر با بالای اولاد زیاد است بزرگترین خدمت به پدر از جانب اولاد است که اگر عقیده شرکی بود کفر بود باید او را دعوتش کنی و راه درست نشانش بدی به خاطر که هر کسی که با عقیده کفر شرک از دنیا برود جایش در جهنم است از آتش انسان باید پدر گمراه مادر گمراه برادر و خیشاوند و قوم نجات بده یکم تا پدرش عقیدش خراب است سی برش نان و خدمت میاره کده میره این دباره عقیدش گب نمیزنه کمی تو چی هست یک جهالت است در بگو که سعی کنین اینجا یک سوالی است که ابراهیم علیه السلام چرا قبل الفاظ شدید گفتش که این یاراک و قوم که فی دلال مبین ما تو قوم در گمرایی آشکارا میبینم چرا به لحجه نرم گب نزده در اینجا مفسرین میگویند نیشاپوری و غیره که اول ابراهیم علیه به الفاظ بسیار نرم ملایم به امرهش گپ زده وقتی که نشد با شدید الفاظ برش گفت و همین طور باشا باید دعوتگر اول الفاظ نرم ملایم برش بگو الفاظی که در او اظهار محبت است وقتی که دیدی نمیشه باز برش شاشکارا بگو که عقیدت کفری و شرکی است و هستی کافر هستی این برش بگو ابراہیم علیہ السلام ردآخری مرحلہ و برش گفتگی احوال که در صورت مریم شما سورت ماریام شماسۂ خنیات چلیا از اینجا بعد مسائل برش بیان کُن بسیار اور احترام. بحترام سپارش انسدام صورت ماریام آیت چلیا وز قرف الکتاب ابراہیم نوخان صدیقہ نبی کو در کتاب ابراہیم علیہ السلام را إنه كان بدون شك إبراهيم بود صديقا رازقو نبيا نبي بود پيانبر بود آيات شليك إسقال لأبي اليابي يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا وقت كي قفت البراي پدر خود يا أبتي إنا أبتي إي كاس يا كلمة احترام إي پدر جان مثل كي يا بنية ميگن يا بنية إي أرجمان ديما

پدر جان اینی قد جانی بدون شک به ما آمده من العلمی از علم وحیا دلیل یقینی ما لم آن چیزی که بتو آمده، این برش گفت که بر ما وحی شده ما پیمبر هستم تو نشده به این خاطر معلم علم و مستو کده بالاست این تو نگوی که تو اولاد ما سی علم قدر قفا است بر ما وحی آمده بر تو آمده، با ما دلیل یقینی آمده فتبعنی تابداری مرا بکوه اگر پدر و مستی تا بیداری مرا بکو اهد که سراط و سویه که هدایت بکنم تو را براه برابر راه مستقیم برت نشان داد و راه مستقیمی که الله بر ما نشان داده است این را گفت برش بازم یا عبتی لا تابود شیطان ای و پدر جان عبادت شیطان نکو یعنی عبادت تو بطا عبادت شیطان هست این شیطان دعوت میکنه به این کار نكو إن الشيطان كان للرحمن يا سيئا شيطان زاد الرحمن زادنا فرمان يخدش مني الله تشتوي ميكن يا أبت إني أخاف ويمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا إي جان ما ميترسم أي مسك يكبر سبتو عذاب من الرحمن عذاب أجانب الرحمن زاد يعني الشرك كفر سبب عذاب عذاب مئات فتكون للشيطان وليا شيء براي شيطان دوس

اراغبون آیا ایراز میکنی انت تو ان آلیهتی از خدا و معبودای ما یا ابراهیم یک اله نداشت چندین خدا و معبود جور کرده بود روی میگردانی قبول نداری سوال کرد او خو توی تو گفاره میزنی لئل لم تن تهی حال تهدیدش میکنه. اگر تو من نشی از این یعنی از خدای مرا تو قبول نداری اگر از این من نشی لارجمن نکا ما تو را های بد میگویم تقبیهت میکنم اینجا رجم به معنی سنگسار نیست اینجا رجم میکنم من تو را بد میگم تو را دور میکنم از خود و بعد تو ضرر میرسانم و مینی تو سنگسار نیست و جور نیمالیا و ترک بکو مرا بسیار زمانا ایلا بتی یعنی از ما دور شو دور شو مرا مرا بان بالت خود. برو از ما گم شو از ما. گم تو پدر اولاد خدا می گم که خدا قال و علیک سلام چی مانا یعنی من از تو جدا میشم یعنی تو بسیار جایل آدم بودی چی خواه تو را فاماندم سلامتی نه سلامتی باد بطه اینجا سلامتی اینان براد مقاطع سلام مقاطع خود سلام باشه خیلی یعنی من رفتم دیگه سستغفرو لکه بی زود است که طلب بخشش بخواییم از برای تا در رب خود ابراهیم فینه و کانه بی حفیا الله با من بسیار مهربان است وعتزلكم وما تدعون من دون الله وربّي و ربي و از شما کناره گیری میکنه مان کسایی را که عبادت میکنین بغیر از الله و ادعو ربي و آواز میکنم رب خدا عبادت میکنم الله کنه به ربی شقیه زود است من نشام به دعای رب خود نامید یعنی يعني گفت من دعا میکنم فلا من دون الله و هبنا لو اسحاق و یعقوب و نبي جعلنا الله میگه هر وقتی که شرک از این جدا شد الله می ما برش اولادا را دادیم باز هر یک پیامبری دادیم و جعلنا لهم الرحمتنا و وهبنا لهم الرحمتنا و جعلنا لهم لسان صدق علیا و بسار صفات خوب که سنا و صفات بکنه دادیم ولی ابراهیم علیه السلام باز با پدر خود گفت نگفت که خو خی پدر ما که تو هستم گفت که اینی مهاجرون الی ربی اینی ذاهبون الی ربی ما میرم پیش رب خود. من از تو جدا میشم من از پدر جدا شد خانی پدر را ترک و که پدر یک جای زندگی نکرد و خاطری که ایمانی دعوتش میشد غیر از اینکه خودش هم قبول نمیکرد دیگه ایران نمی نه که کارم کنم اینال که تی تو پدرای بدین که بدین یا اولاد بدین است و نشه بگم گم که خدا به عیسا نبینم باز وقتی که ایام که گفت از تخفار میخوایم ایام دهی ای بود که او وعده کده بود وما كان استغفار ابراهيم اليابي الا موعده وعدها اياه فصد وذكى قلت ما فكر ما يكون شاید ايمان بيعرف فكر فلما تبين له انه عدو لله ها وقتوازيت برشك كي دشمن الله تبرأ منه مو اس اعلان براءته ومقاطعه وجدائي ابراهيم عليه السلام عز ان ابراهيم الله صبر ناکام بود اینجا که میگه اینی عراق و قومک فی ضلال مبین باز پسان گفت خیلی تو قوم تا در گمراهی آشکارا گمراه است به <applause> جهنم روان است همین <applause> تو اول نرم باید بگویی به هرکی باز که نفع نشد باز برش که کافر هستی بیدین است جای جهنم است خلاست. این ما رفتم و از ابراهیم و لعبی گفت ابراهیم بر پدر خود آذر که نامش آزر بود از ظاهر قرآن فهمیده میشه که آذر پدرش بوده بعض تاریخ نویسا گفته که تاروخ بود این در برابر قرآن دیگه تاریخ چیز شده نمیتونه و امکانش از بعد مفسرین میگه که تاروخ که اسم میشه که لقب پدرش بوده باشه و آزر نامش بوده باشه این اگه امکانه در غیر از پدرش بود هم تا میگنی کاکایش بود بعضی هم میگوین که این اگه بارد محضوف است آبده لیبیه عابد آزر آزر میگه نام یک بود بود نام یک بود نام یک خدایشان بود وقتی که ابراهیم مرسام از برای پدر خود که عبادت آزر هم گفت که تو آیا بودها را معبود خدا جور کردی آزر میگه نام یک بود بوده ای هم خلاف ظاهر قرآن هم و بیگه تا کوشش میکنه که ابراهیم مرسام چون که یک پیامبر بسیار اولو لازم است همه انبیا هم بعد از این دولادی از این تیر شده

درجهش بالاست ولی مادرش خودش میگه که برای ما اجازه داده نشد که از استغفار بکن از مشرک پیدا شد پدرش آن ممی رای راجه سیمان نداشته معقیلی شرکی رفته پدر کلانش آن ایجا شان خاتم النبین کم نمیشه و از ابراهیم حساب نمیشه این پدرش بود باز میگن که بعضی میگن کاکایش بود آه. پدرش نبوده بخاطر که با پدر میگه نام کاکا آورده میشه تخیزو جور میکنی و عقیده میکنی اسلام جمع سنم سنم هر شکلی را گفته میشه ابن جریر تبری میگه که شکل چی از انسان باشد یا غیر انسان بعضی شکل ها را که بادد میکنن این تو مجسمه ها شکل برش میتن او از انسان است. مثل که این دو را ببینین زن جور کده و مرد جور کده و بعضش چار دست و چار پا اجور کلا و خطرناک در جا استاد کردگی است بعضشان فیل عبادت میکنن بعضشان ماره بعضشان پلنگه بعضشان شیره بعضشان اقابه نه شکل مختلف و دیگه ای که اینا عبادت ستاره ها هم میکنن سیارات ستاره ها شکل زور هم جور کرده بودن مختلف اشکال با میگفتن ارواحشان دیمیت حاجات ما رو میکنه. میکنن این یک قیده داشتن و دیگه این که در دیوالا زده میشه این شکلا رو هم گفته میشه دیگم تا همین دوار که ببینید در جای می میره یک شکل که میکشه باز عبادت ها شروع میکن یک شکل میکشه میگم ای این شکل کشید و روح اینجا میره حالا این عبادت شروع است در بغل دیوال یک کسی گفت دیدم که یک شکل که جور کرد عبادت ها شروع که پا خدا را حاضر کردم این حال دیگه عبادت شکل دیوال باشه هر چی که باشه دیگه از نام سنم هر معبود غیر الله را گفتمش سکه این معبود غیر الله است این بعض ظالم ها سنم نام الله را میمانند نه؟ جمعی سنم سنم ها با دعا میکنند نامش ملنگ و نام خاندن هم خاندن اسلامی موسیقی اسلامی نامش هم سنم ها جفا رهاق ای سنم سنم ها علفش بر ندا ای سنم الله را میگه اینکه کفریت و شرکیت با تلویزیون ها نشتش میکنه، این خواندن اسلامی، سنم ها جفار حق عقیده سر عقیده بد است، نام الله را سنم ماندند، ای سنم عطت تا خدا سنامن آیا جور کردی؟ عقیده کردی تو، عقیده میکنی و جور میکنی، بطها را، اشکال را، آلهتان، معبودان، یا را معبود میگی؟ ان يراك بدون شك ما ترى ميبینم و قوم تو رفی دلال مبین تو به امر قوم د گمرای آشکار است اینجا دلالت به معنای کفر و شرک است و ابراهیم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين عمق سم نشان دادیم ما به ابراهیم السلام ملکوت السماوات دلائل پادشاهی آسمان ها و زمین را وليكون وبخاطر اینکه شوه ابراهیم السلام من الموقنين الجمله یقین کننده الله این کاف بر تشبیه است یعنی قسمی که دلایل توحید از قبل برش دلایل رد شرک نشان دادیم و دیگه قسمی که با حل... گمراهی شرک برش نشان دادیم امی قسم دلایل پادشاهی آسمان ها و زمینه برش نشان دادیم یا بعضی هم میگن این کاف برای علت هست که یعنی من اجل ذالک از جهت ازی که ابراهیم علیه السلام شرک رد کرد و علی مشرکین مبارزه کرد نوری ابراهیم ها. نشان دادیم به ابراهیم اینجا رؤیت علمی است یا میشه رؤیت چیان باشد ملکوت سماوات شربینی از مجاهد روایت میکنه سعید ابن جبر و مفسرین تابعین هستند که ملکوت به معنای دلایل ملکوت ملکوت جمع ملک و این مبالغه ملک است جمع مبالغه ملک پادشاهی را گفته میشه یعنی دلایل پادشاهی آسمان ها و زمین را دلیل قدرت و حکومت الله را در آسمان ها و زمین برش نشان داده ولی یکونه ای واو عطفه است مدفالهش معذوفه لی استدل که استدلال بکنه با این ایدالایل در برابر مشتکین و بخاطر ازی که شب از جمله موقنین یقین کنند یقین نیست که با دلیل یک چیز حاصل میکنی یک عقیده را یعنی وقتی که با دلایل روشن واضح یک موضوع را بفهمی بازی را یقین گفته میشه در درجه یقین است که با شک شود او روح الله میگه ما قدرت آسمان دلایل قدرت خود را و حکومت پادشاهی خود را در آسمان آنین آسمان در زمین نشان داده و ابراهیم علیه سلام دید یقین کرد تا اینکه که علی قوم خوب مبارزه بکنه خب اجا فامیده میشه که علی پدرش قیام کرده علی قومش و در صورت بقره ما شما خواندیم که علی پاچا که نمرود بود و از او مبارزه کرد آفرینش جوان هم بود در این جوانش باز خب علی حکومت علیه قوم پدر و قوم دیگه وقتی که پدر هم مبارزه کنید علی خانواده مشترک، قوم مشرک حکومت مشرک بیدین علی عرصیش بلاخره این که داتش انداختندش نقصیشان نبود این که را وقتی که نشدن باز پسان میاد در صورت های دیگه که باز چیکت ابراهیم علیه السلام در صورت انبیا میاد که باز رفت بوتایشان رو بسته تکه تکه کرد خدایشان زدشان یک دلیل الزامی برشان خواست بیان کنم یه دیگه خود که خدا با مرک پیش کردن هست دیگه خدا با مرک وقتی که کسی بگوی خدای ما تو برو در معبدش کل خدایشان تکا و پرچه کن که مرد آتش یعنی صد فیصد مرگ است ولی می کار قصدن کرد ابراهیم ملیسام هم می کرد هیت و سم لسام جرعت داشتن بسیار شامت و غیرت داشتن تا اینکه که داتش انداختنش نقصش نبود که مرد داتش میپردن صحب علی شرک جدی بود ابراهیم علیه پس ما شما که میگیم در ملت کیستی ملت ابراهیم باید علی هر نوانی کفر و شرک حساس باشیم هر نوانی کفر و شرک چی شرک خانواده باشه شرک فامیل باشه از شرک قوم باشه از شرک سیاسی باشه و حکومتی باشه و از هیچ تهدید نترسیم اگر که ما را داتش برد اگر این قسم شویم باز بسیار ما شما کار کردم کاش کل مسلمان ها میتو شود کل مسلمان ها که به منهج ابراهیم علیه السلام حرکت کنن نه؟ واقعا که بسیار تغییرات می ولی ما شما <applause> بگم سار گزارم میکنیم بگم چیزا رو میبینیم و هیچ کدام زرارم با ما نمیرسم مورم نمیگیم میگم نشوه که ما رو بگوید تو را چی <applause> همین تو را چی گفتن قبول نداریم نه؟ باز چی بگویم ما این دوست فلما جن علیه اللیل را آکو قال هذا ربی فلما افلا قال لا احب العافلین یا اگم تا میگه اگه ایک ما بگویم مامای ما بگویم باز خفه میشنی هم ارتباط ما قطع میشن مثل که یک گفتن تو چرا این مردم نمیفهمی گفت میخوای که یک سلام مالکی کته مردم داریم، من می سلام مالکی مام قطع شوا <تصفح> ما گفتیم چه قسم استاد بعد بعد یک سلام مالیکی کته مردم داریم، ما هم سر ما قطع میکنی نه دیگه کدام هدف نداری میخوای که ما را در می جامعه منزوی بسازی هیچ کس بر ما یک سلام هم سلام مالیکی. نام شرکشان مثال واضح بود چرا شرک میار رد نمیکن یک سلام علیکی که داره فلم ما جن علیه اللیل را هر وقت که تاریک شد با بالای ابراهیم الاسلام شب پوشانیده شد شب با بالاش را بندید یک ستاره را قال گفت ها زاربی ای رب و معبو معبود و ماست با گمان شما فلم ما فلا قال لا الافلین هر وقت که فرو رفت پنهان شد قال گف ابراهیم علیه السلام لا احب الدوس ندارم الا فلین چیزایی که پنهان میشان و فرو میرون تغییرات در اونا میاد حالی طریق دلیل اونا ستاره پرستان بودن ابراهیم علیه السلام شب که شد بعد دلائل رفت میخواست که به اینا بفامانه که اینا اله شده نمیتانه و خاطر در چیزات چیزا تغییرات میاد شب که شد ستاره را دید ستاره که در شام میبراه خوب روشن است گفت ای رب ما باشه و با گمان شما و می گفتن ها یعنی اینی می رو ما وقتی که گم شد او باز گم می شنه. باز گفت که چیزایی که پنهان می و فرو می رو این در این تغییرات می آیی شده نمی چرا یه می آشکار نیست چرا سرش تغییرات آمد پنهان شد و احسار یک چیزی که تغییر بیاد او از جمله حوادث است و او باز لاح شده نمی تانه. و دیگه ای که از جمله ممکنات است و واجب الوجود نیست باز پسانترش که شد محتاب خوب روشن دید و گفت ها بیره به ما باشه با گمان شما باز فلا ما فلا که گم شد گفت اگر مر الله در نمیکن ما جمله ضالین میشلو آفتاب که دید بسیار روشن گفت ایگر رب ما باشد و معبود باشد هر وقتی که اوام گم شد گفت ما بیزار از مزانش که شما شرک میکنید آیت قرآن واقعا ظاهر شکادم ببینن <applause> ابراهیم علیه السلام ی هزار ربی عقیدتا نگفته و نگاه شک هم نگفته که ستاره را دیده باشه و بگه عقیده ای رب یعنی توحید را نشناخته باشه بعض جا میگه که اول ابراهیم علیه السلام توحید را نمیشناخت وقت ستاره را که دید گفت ای رب باشه که رب گفت نه ای رب شده نمیتانه محتابه که دید گفت ای خیر رب و مست گفت نه ای شده نمیتانه آفتابه که گفت خیلی کلانتره باز گم شد گفت نه پای که گم شد تغییرات دی آمد هیچ تو را شده میتونم تو میگه یعنی از شک به توحید رسیده تو می تو میگه و بعضی ها میگن شک داشت که آیا این رب هست نیست مردوی ازی از شان ابراهیم علیه السلام دور است مفسرین این نظر را رد کرده گستن کسایی که فکر کردن مثل ابن کثیر که تفسیر قرآن به حدیث کرده گست علامه قرطبی شیروینی جمله محققین مفسرین هستند و اینا میگن که این قسم در شان انبیا علیه السلام معصوم هستند پیش از خصوصا در حالتی که پیامبر و نبی هستند نه آیت قبری هم و آن نشان میده که از ابراهیم لبی حاضر تا تخیب اسنا آمد خب پیامبر بود و دیگه و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات خب دلایل آسمان ها را الله برش نشان داد ولی یکونه میدل موقعین موقعین هم شد با چرا این گفه بگوید این فقط من حیث استدلال به اونا میگفت به نظر اونا که شما میگینی تو آیا به گمان شما ای باشد رب ما ای باشد ای باشد با سرشان رد کرد شمیز که یکی در حالت پیامبری بسیار دلایل داریم که انبیاء شرک پاک هستن دیگه الله دایت قبلی میگه نوری ابراهیم و ملکوت سماوات دلایل قدرت خود در آسمان و زمین نشان دادیم با ولی یکون من الموقنین دغه فلام ما کلمې فلام ما فلام ما فهميده ميشه چې يې استدلالي بودا استدلال میکړه عقيده خوډش يې تو نه بود بوص وامي قسم دغه دليل وحاجه قوم قومش به امروه استدلال دلالېو پيش کړ و دغه يې چې الله درايهت بعدي ميفرمای تاسه او تلکه حجتونا يې دليل ما بود اته نه د مدار بوديم ابراهيم السلام را علاقه و مي ای یک دلیل بود اللهما یا برش یاد دادیم که توبوباناا اقیده ابراهیم علیه السلام نبوده وه سورتهای ده ست الله میفرما سور انبیا ست ولقد اتینا ابراهیم رشده منقبل و کنا بهی عالمین ب تحقیق ما ا بو به ابراهیم عه اسام رشد داتشرا منقبله حتی یش از نبوت ابراهیم علیه السلام ب هدایت بود براش دو هدایت بود و کن عالمین ما بایی عالم بودیم دلائل امیس که ابراهیم علیه السلام میره نگفته یک هم تا میگه که ابراهیم علیه السلام می تو بوده و تو بوده بهش خود علم ندارم مثل مودودی را گفتن که دوباره ابراهیم علیه السلام همین گپا را زده مودودی. مودودی با پسان کتاب های از رو بسار علما سرش رد میکرد خوی اشتباهش هست کسی گفته باشه ولی دیگه کارهای خوبی که داشته باشد ما ای تو به خاطر یگا تو باش دیگه شرط نمیکنیم جایی که کار خوب داره و خرابی که کرده و شرط میکنیم فعلا ما جن علیه اللیل را کوکبا هر وقت جن با مانای پن جیم نون دلالت به پنهان شدن میکنه تاریک شدن جنام جن می بعد دیدن جنین طفلی که داشت مادره مادر را دیدن نمیشه و فعلا ما جن هر وقت که پنهان شد یعنی پوشانیده شد علی با بالای ازی و شب شب آمد با بالایش پوشانیده شد را کوکب اندید ستاره را امون ستاره شام روشن معلوم میشه قال گفت ها اینجا مفصلی اها دا امزا استفامی در اینجا محضوفه آیا ای رب مثل که الله در قصور بیا میگه که ما جعلنا لبشر من قبل کل خلق افا این مت فهم الخالدون آیا اگر تو بمری زنده میمانن یعنی نه آیا ای رب یک یا همزه نیست همزه استفهام این کاری است همزه مقدر نیست معنی تو ها زاربی ای رب و معبود ماست مست شما یعنی بعقیده شما ای رب و ماست. شما فکر میکنین که ای رب و ما باشه حالا ما افلا هر وقتی که فرو رفت پنهان شد قال گفت لا و حب الافلین فرو رفتگان را دوست ندارم یعنی چیزی که فدو تغییر میاد فرو میره و پنهان میشه زوال میاد ایره ای ما انتخاب کنم همین قسم یک کسی زنده است میموره مرگ با بالاش میاد در قبر میره آفلین جمع زویل قول ذکر کرده یاد چطور خدا شده میتونه چطور معبود شده میتونه افلا یک استدلال است که عوام مزی خوب میتونه که چیزی دو تغییر تبدیل بیاد اله شده نمیتونه فلان مارا القمر بازیغن قال ها دارا بین هر وقتی که دید قمر و محتاب را بازیغن یعنی خوب درخشنده بعض اصل شق کردن هم میگه که یک چیز پاره میکنی اینجا هم تاریکی ها را پاره میکند روشنی میاد یعنی محتاب طلو کرد تاریکی ها از بین رفت روشنی داد قال گفت ها زارا بی این معبود اومد از شما و گمان شما فلا معفل هر وقت که فرو رفت پنهان شد قال گفت ابراهیم علیه السلام لیلم یهدینی ربی لکنن من القوم الضالین اگه هدایت نکرده بود مرا ربم میشدم از جمله قوم گمراهان سعی در این جام یک دلیل است که ابراهیم علیه السلام از قبل هدایت شده بود از نگاه گرامر علوی لم که با بالای فعل مزاره داخل شد معنای مازی را میتا لیلم اگر مرا از قبل الله هدایت نمیکند زیرا یهدی یک کلمی دلالت به استقبال آینده میکند و لم که داخل شد مثل لم ینصر یعنی نصرت نکرده بود در زمان گذشته لم تنصر تو مرا در زمان گذشته نصرت نکردی این جمله ای لم یهدینی اگر مرا از قبل الله هدایت نکرده بود ربی رب ما معبود ما خالق ما لکنن نحت می می شدم من القوم الضالین از جمله قوم گمراهان و مشرکین با این چیزی که شما می اگر محتابا می گفتم که یه الله ما هست. یعنی از قبل الله مرا هدایت کرده فلما را شمس بازغتن هر وقت که دید آفتاب را بسیار روشنی دینده بازغتن معنیس به خاطر اشمس خودش معنیس سمایی است قال گفت هادا ربی ای رب و مست اکبر ای بسا بزرگتر است فلما فلد قال قوم اینی بری اومی ما تشرکون هر وقتی که فرو رفت قال گفت ای قوم ما بیزار از اون چیزایی که شما شرک میکنین شرک میکنین به امر الله اینا چی کرده بودن؟ ستاره را به امر الله شریک کرده بودن. در چی؟ در عبادت در معبودیت شرک الوهیت یا میگه فقدار عبادت است او امان. اما عمل لار عبادت میکنیم هم میره یه عقیده کفری و شرکی است اما از الله مدد میخوایم حاجت روا و مشکل کشا میدانیم امیره این شرک است حاضا ربی را اینجا سوال پیدا میشه چرا نگفت ما نس خب اینجا میگن حاضر طالع، حاضر زو ربی یا به اعتبار خبری را مذکر ذکر کردگیم ما, اف... ما افتابه که دید بسیار درخشنده و قال گفت حاضر ربی ای معبود ما باشد باقیده شما هذا اکبر ای بزرگتر است یعنی هم از نگاه جسامت از هم نگاه روشنی فلما ما افلت ار وقتی که پنهان شد فرو رفت قال گفت که ای اله شده نمیتاند تغییر آمد یا قوم ای قوم ما اینی بری ام ما تشرکون بدون شک ما بیزار هستم جدا استم نفرت دارممما ازاو معبود تشرون ه شما شری منن به همراه الله ا بزارتا جدا ستم اني وجهت وجه للذي فر السماوات والارض حنيف ومن من المشركين بدون شم توجه ردم قص ردستم وجه روخودراذابرا ذات فر السماوات فرد اسمانا والارضزمنر حنیفن که میلان میکنه از کفر شرک و سوار به توحید استم و ما انا من المشرکین نیست ما جمله مشرکین شرک کننده ها در اینجا اعلان عقیده توحید میکنه شرک که رد کردی مثلا گام دفعه عقیده رد میکنی میکنی با عقیده خودتان بگو دیگه عقیده سیرون بیان کن یه گام دفعه کسی رو رد میکنه از خود نمیگه که تو چیست او عقیده خود اله خود بیان میکنه که چی است این و بدون شک یعنی یقینا وجهت ما متوجه ساختم اینجا مفسرین میگه وجهت یعنی قصدت به عبادت و توحید قصد کردیم توجه کردیم به عبادت و توحید خود خضراء روی خود را هدف از روی کل بدن است این يعني تمام ذات خود را للذی ما متوجه ساختیم و قصد کردیم به توحید و عبادت خود تمام بدن خود را للذی برای آن ذاتی فطر السماوات که آسمان ها را خلق کرده فت, فت, فت فتر ای که هیچ مثال سابق نداشت نو ایجاد کرد آسمان ها و الارض زمین را یعنی کائنات آنچه که در بین آسمان زمین کائنات خلق کرده یا خلق نکردن اینا خو مخلوق هستن حنیفا حنیف معنایش میلان و استقامت اردوش است مفسرین میگه اینال حنیف چی معنا حنیفی که از کفر شرک میلان دارم دیگه استقامت استوار و توحید هستم از کفر شرک دور هستم و توحید استوار هنیف و ما انا من المشرکین پیشتر برایت خود از شرک اعلان کرد حالا از مشرک نیستم من جمعه مشرکین من جماعت مشرک نیستم یعنی شما مشرک هستیم من شما جدا هستم من در گروپ شما نیستم من در جماعت شما نیستم وقتی که گفت وحاج جهو قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاج قوم بعث قفت وكاد قومش قال قف إبراهيم عليه السلام أتحاجوني آيا شما بعث ميكوين ميكوين ما في الله درباره الله و توحید و وحدانیتش و قد هدان در حالی که الله مرا هدایت کردگی گیست ولا خوف ما تو شرکو نبی نمی ترسم از او چیزایی که شما شریک میکنین با, او با الله الا یشا را بیشه مگر که الله بخواد ربی که رب ما شاین یک چیزی را و سیا ربی رسیدگی سر رب ما کل شاین به هر چیز علما علمش افلا کرون آیا چرا شما پن نسیت نمیگیرین چرا قبول نمیکنین خب قوم به امرایش محاجه کرد حاج اگر که کافر خو حاجه او از احتجاج و حجت گرفته شده حجت دلیل میگه قوم کافر خو دلیل سعی نداره دلیل منزله نه دلیل عقلی سعی داره نه دلیل نقلی نداره ولی امو دلایل باطل خدا حجت میگه کافر حجت میگه بمی خاطر الله و گمان کافر تعبیر کرد حاجه و حاجه یعنی وای باب مفاعله صدور فعل از جانب این تقاضا میکند که قومم حجت پیش کرد دلایل پیش کرد قومم گفت که خود دلایل از اونها چیز در دیگه جای قرآن آمده که پدرای ما خیر چرا ای کار کرده ای ما و بزرگای ما که این کرده کل قوم دمی عقیده روان بود یا کلش مشرک کافر بودن اینا نمیفهمیدن تو آمدی ای این وقت پیدا شدی میگی اینا معبود نیست اولیاء الله را قبول نداری دوستای الله را قبول نداری این این دلیل دلیل مشرک دیگه چیا؟ دین پدری است حتا دایتا ای صورت انبیا ما وجد لها بین پدرای ما را پیدا کردیم که عبادت میکن پدرای ما دیدین دین روان بود علماء ما بزرگای ما اینا را اولیاء الله میگفتن یه احترام او انبیاس یه احترام بزرگاست دیر قبول نداری؟ این دلیل مشرق چند دلیل نیست آن پدر هم گمراه و کافر بود تا میری گمراه و کافر میشه پدر چه دلیل داشت وجود از او خود دلیل شده نمیتونه و حاج و حاج و گفتگو مناظره و, علی مناظره و مناظره کرد به این قومش از این فامیده میشه که ابراهیم علیه السلام علیه شرک مناظره کرده و مناظره علیه شرک مشرک و عقاید شرکی عبادت جهاد است خب یگام تا میگه او در این مسائل بحث و مناظره نکنه دنیا را کفر گرفت شما در چی مسائل گرم میزد بانی ولی دنیا را کفت تو هایی عقیده شرکیست خب یه کفر شرک دنیا را کفر گرفت توی عقیده را نه شرکه در عقیده شرکی را مناظره است یگام که مناظره میکنه مردم میگه یک آدم خوب نیست مناظره میکنه یگام تا که مناظره نکنه باید میهنی خوب آدمات نه؟ <متحدث> دين إبراهيم عليه السلام دين مناظرة بأهل باطل مناظرة بكم هنا بحث قفت قوي صد الله قل قوم قال قف إبراهيم عليه السلام تحاجوني في الله آية شما استدلال بحث قفت قوي كتمام يكون در عقيدة توحيد در وحدانية الله كالله واحدة تر معبود بودنش كيت دقا كسي معبود نيس مثلش وقد هدان در هالك الله مرأس قبل حداد يعني صبات دادة دا توحيد بازی ها گفتن خیلی می ترسیم که به تو ضرر نرسانه کدام مرض و مصیبت تو پشت خدای ما بسا بد گفتی خدا نگاه کن این دلت دیگه حالا از مشاو سر دنگ مصیبت می رسن. یا دیوانه میشه یا کدام چیز میاد عده جانه که میگن نه این تو بعد گفتی سعی کو که مشاو چی گفت میشه بازی ها تا میگه ولی من امور شب بعد گفتم می تو چپرکت مشور میخور وزم خراب او با جنیات هست. نه جنیات مشرک میاد چپرکتش پرکتش شور میتن ولی سر مواحد آمده نمیتونه. مشرک بسار کسا گفته که ما مرا گفتن این پیر چیزی نیست که میگه پا گفتم شعود خواهم آمد که تعصادم گلونم گرفت بکشم تو را چطور پشتو مگب زدی؟ ما گفتم او شیطان است و ابلیس چرا مرا دش میکنم امی پیر در جان من هم نامش جن من است ما میگم جن زور ندارین. بدون اجازه الله هیچ کار کده نمیتانم حال چون هم ها سرمن همه ما چلین داریم بر کل جنام و پیرا و همه <تصفح> ولی الحمدلله در جان ما آمدن هم ایتانا در جای دیگه هم گب زدیم خب گفتن والا ما می که بر تو کدام صدمه و مصیبت نرسانه مثل که قوم حود علیه السلام گفت این نقول الا تراک بعض و علیه تینا بسو نمیگم مگر کدام چیز میرسانه رسانه برای دل دیگه تو خواهم قوم ماستی خودگی ماستی از خود ماستی نشه که بمری نه ندگه پشتی خدای ما بسا بدارت میگی چه اون او را علاق او را کشتی را ای تو این تو گفار میگفت یا در قرآن میاد که صورت زمر و یو خویفونه که بلدین من دونی می الله میگه با او خدایی که بغیر از الله است علیس الله بی کافن عبده الله الله که نمیکنه به بندی خود بلدین من دونی با معبودای غیر از الله می حالی هم ما را میگه که نکنین مثلا موترونا که در میسایی کوتال خیرخانه و تیر شوان اونجا زیارت هست بازم اما چیز گل میکنن تایپ و رادیو رقص و خان بس میگه ایجا چرا میگه اینجا یک تا آمده بود سازش بالا بود چند ملاق داد موترش من گفتم خب شما گفتم سگ چه قاقیده شرکی دارین الله بالا سرت در اینجا الله نیست نه اینجا که آمدی از مخلوق تایپ تا پایین کردی خو ولا خوف ما تشریکون بی نمی ترسم ابراهیم علیه السلام میگه ما ازو او چیزای تشریکون شما شریک میکنین بیهی بان یعنی با الله چیزای را که شما شریک میکنین ازی این نمی ترسم ما ایلا ایشه رب بیشه الا, الا استثنائی من قطع. لیکن اگر الله بخواد الا ایشه لیکن اگر اراده بکند ربی رب ما ماشه یک چیزی از مصیبت را اگر الله یک خاص خواست ا اینه چرا گفت و خاطر که یکم دفعه مصیبت خود تمام در زندگی انسان میاد همیشه و تقدیر کردگیست با مشرک چی میگه وقتی که کارات کرد کردی یک مریض شدی یا مصیبت آمد یا از یک جای افتیدی یا اولادت مریض شد با میگه اینه دیدی دیدی که گفته بودیمش که پشت این کسا گب نزد سای کال شفا خانه رفته خبر شدی مریض شده موترش حادثه کرد گفته بودیم که نکو نشد بگه این اینجا الله میگه که ای خوب مصیبت از جانب الله که بخواد میاید اینال مشترک مشرک با زیر ارتباط میتا بغیر الله یه ارتباط مشرک میتا اگر این مصیبت الله ورده این میگون فلانی مصیبت برش رسان اولاد شایی تو کرد خود شایی تو کرد ابراهیم رسان میگه لیکن اگر رب ما یک چیز مصیبت بخواد او میاره دیگه این نیست که شما معبودای شما و منظره رو بسیار گپ خوب ازت برای ما بسیار عقیبش محکم اگه مصیبت آمد یا جانب چیز شما نیست و بدبخت واسع رب این کل شین علم و واسع احاطه کرده گیس رب به هر چیز علمش علمش به هر چیز رسیده یعنی <تصفح> عالم به هر چیز است و اگر الله بخواد می که با مصیبت بیاره و دو حکمت است فلا تتذکرون آیا شما پند یاد نمیگیرین چرا شما گپه نمیفامین چرا قبول نمیکنین گپه که اینا چیز کده نمیتونه. یا گفتن نه ما را بر تو ای تو میکنه آخر قارش شد که نشد با تاور گرفت رفت از یک سر زده را کالش تو تا پرچک در کلانش ما که آمدن گفت کی زده ای را گفت کلانش پرسان همین کلان قار شده کل خوردار زده و میفهمی که یا گف زدن میتانن زدن میتانن خوب خی نه زدن میتونه، نه زدن میتانن نه جان خود دفاع کردن خیلی شما چطوری را عبادت میکنین او بی اقلای جاهلای ظالم ها او گفتن و بگیره نیره من سورو علی حتی خدای تان را کنه صحیح؟ حالا میگه خدا را نسرت کن پیشتر میگم فایلا که مزم تکاو پرچش کردم چرا یا مرا نزدن شما می آمدین ما می جا مردگی مردیم در می بودخانه افتیدگی می بود ما زدم کل شتکه و پرچه کردم این چیز کده نتانستم حالی اگم تا تو می تو درخت یا می زیارت شور بتی ما گفتم تو بتی تاوره دیم جز ریشه می کشمش ما را چیز کده تانست نه؟ بلدوزه را بیارم زیر می کشم می بریم ای جای دیگه چی کده میتونم؟ خوب باز میگه. وعلى ما تشوفوا فين بقى شو هاي تعقيدات خراف برشا، تعقيدات، هاي قاع تاوارى بتي بوسايك بشي مشا. بعد دار اختاروا ما قيدها داري معرك، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. و چ ونه م بترسوم ما اشرکتم از او چیزای که شما شریک میکنین ولا تخافون شما نمیترسن انم اشرکتم باللهی ه شما شر مینین بهالله ما او چیزایر لم ینزل بهی علیم سلطانها که نازل نرد الله به عبادت از او بهبالا شما کدام دلیل فای الفریقین حق بالامن کدام ی از دو جماعت حقدار است به امنو امان امان دنیا و آخرت ان کنتم تعلمون اگر شما علم دارین خب ابراهیم علیه السلام مناظرهش دیگه روانه با گپ میزنه میگه چی گونه بترس یا ترسان دندش که صدمه برات میرسانه این میگه چه قسم بترسم از او چیزایی که شما شریک کرده با الله در حالی که یا اختیار ندارن زور ندارن صلاحیت ندارن دست پای ندارن که حرکت کنن ولا تخافون انکم مشرکتم بالله شما نمیترسین که بدون شک شرک میکنین با الله. شما که شرک میکنیم با الله از به الله نمی ترسیم ما چطور تو بترسم از او چیزایی که بی اختیار است شما از الله قدرتمند که خودتان باور دارین و جرم شرک هم انجام میتین نمی ترسیم مالم یونزل ده این مزید تقبیح است چیزایی را شریک کردین با الله لم یونزل بی که الله نازل نکده با شراکت از او علیکم با بالا شما کدام دلیلی؟ دلیل چی؟ یعنی دلیل منزله و کار است تو که عقیده به چیز داری دلیل منزل پیش کو، وحی باشه قرآن باشد یا سنت باشه. تو دلیل آسمانی نداری از پیش که پدرهای منتوکا. دین پدری است خلا و شما نمی ترسین. از ذات الله قدرت من دست فعلا شما عقیده دارین. و این چیزا خیلی نمیبینن، بینن اونجا صورت شجر کرد دست و پایش نمیبینن، بینن نزور دارن نگشتم میتونن. فأي الفريقين يحق بالأمن يا ترسان دو بدن كدام دو فريق يعني دو جماعة جماعة توحيد والشرك موحد ومشرك أحق بسار حق دار وسعزاوارا بالأمن بأمن دنيا وآخرة كدر دنيا بأمن باشا داخرة كدام مشرك يا موحد يعني كه همزة استفهام كاريس بعض يومية كتب ابراهيم مالسا مقام مسلمان نبود تنها

اینه می کسا لهم الامن ود برای زینا امن هست در دنیا و آخرت و هم محتدون اینا به هدایت هستند خب در این آیت یا, یا کلام ابراهیم علیه السلام است که ابراهیم علیه به اونا گفت کسای به امن هستند که ایمان خدا با شرک خلط نکردند اگر شرک ایجای کرد باز برای زو امن نیست یا ای قول الله از الله میگه الذین کسای آمنو که ایمان آوردن ولم یلبسو لبز خلط مخلوط نکردند یک جای میمانم ایمان خودان را به ظلم به ظلم یعنی به شرک حدیث سید بخاری است یعنی جای به سبب نزول ضرورت داره وقتی که یاد یعنی نازل صحابه گفتن که یا،, یا رسول الله کدام ما ظلم نکردیم. ظلم یعنی که سر دیگه انسان ظلم کردن کل ما ظلم کردیم یکی را سلی زدیم یکی را دادیم مال یگام تا گرفتیم اگه این گپ باشه چطور میشه عقیق ربي عقیق ربي الله مگه کسای که ایمان اورد و ظلم نکرد در ایمان خود اینا به امن هستناگ ای نباش به امن نیستنبادروههبرشفت ن ینه ظلم که شما فکر میکنید هحقا نتبل ظلم به منا شکا ظلم عقدتیستی ظلم به بالای بندا ظلم حقالبادا ظلم قاللهشنوننولقمنانشظ شرک یک ظلم بزرگ است اینجا ظلم به معنای شرک حدیثی بخاری است حالا <تصفح> یلبسو خلد نکردن ایمان خدا را به ظلم و شرک از این فهمیده میشه که بسار کسای از ایمان دارن ولی شرک هم دو است ایمان و شرک که بود مخلوط بود و امن نیست بر از امنیت نیست در دنیا و آخرت خصوصا در آخرت از جهنم نجات پیدا نمید امنیت برش نیست قسمی که الله در قرآن می که اگر کسایی که مثلا کسایی که فعلا نیه اب ایمان باشه چطور کده میگه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله بعد میگه یا پیر یا پیر, یا پیر یا پیر یا پیر یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا فاطمه زهرا یا زینب یا فلان یا فلان یا شاه عبد القادر جیلانی باشه امر این شرک است اما را صدا کنم بایر الله رسدا میکنه غیر الله هم الله میگه مدد کو هم مورا میگه و مشرکین سیاسی چی میگن هم قانون الله را قبول داریم هم بین مللی را چی میشه هم دموکراسی را قبول داریم هم اسلام این شرک است خب هر دوشه قبول کردیم هم از این اطاعت میکنیم هم از که مسلمان باشیم و در این وقت میخواهیم با جامعه جانی یک جای زندگی کنیم چه قسم بعضی قانون از او بعضی ازی یک یک تاشمی تو گپ میگفت خب میگه چون که خارجیان اینجا آمدگی ها، خب دموکراسی میخوان مسلمانان اسلام میخواد یه تو کار کنیم چیز از او بگیریم چیز از که نه او خفه شو نه ای یک صلاح تجار کنیم تو شرک شد تمی خلق کردی نه توحید با شرک شرک با توحید یه جای کدی؟ میخوا امن نیست اینجا الله میگه ای امنیت به تو کسان است قانون اسلام با شرک کفر یک جای کرده نه هم از اللهمنمنونازناچمیفرشرافرر الذن امنو ولم لبسو امانهم بظلمن اولئ لهم الامناناص انا س براشان امن است سای که شر خلق نکردن نه شر بتو قبرو ونه شر سیاسی و شر قانونگذاروهم محتدونانا به هدایتستنداهلالتستن ای کاش که مردم مسلمانی گفت و که از کافر خود دور کنم از شرک خود دور کنم الله ما شما را به هدایت و قرآن وحی صبات بده. و تلک حجت و ناتینا ابراهیم علا قومه نرفو درجات من نشا ان ربک حکیم و علیم و تلک این نمی دلائلی که بیان شد حجتنا استدلال ما بود آتینا که داده بودیم ماورا ابراهیم و ابراهیم علیه السلام علا قومی در برابر قومش نرفا و بلند میکنیم درجات من نشا درجه کسایی که بخوایم این ربکه بدین رب و معبود حکیم و حکیم صاحب حکمت است علیم بسیار علم و فهمیده است میداند الله میگه و تلک ایانی می استدلالاتی که قبلا بیان شد که آفتا بدید محتا با قوم مناظره کرد حجتنا دلیل ما بود حجت ما بود آتینا که داده بودیم ما ها محجت را ابراهیم به ابراهیم علیه السلام علا قومی در برابر قومش الله میگه ما بر ابراهیم علیه السلام یاد دادیم همین یعنی که گفت ها زرم بی ها و مناظره کرد با و درجات من نشا بلند میکنیم درجات کسی را که بخواد ابراهیم علیه السلام با یه و بحثش درجه شبالا کرد إن ربك حكيم وعليم رب تصاحب حكمته وبعض حكمته علوم خدا وبعض يوميت عليم عالم اس وإذا استدلال خود موفق بود سخ شكست داتو نارا أما نقاي قفتقو حتى او پاچاي شان كي بحث کرنه ولم تره إلا الذي حاج إبراهيم في رب أنا تاو الملك پاچاي ري الله برش دادم وقت إبراهيم عليه السلام گفت ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهيت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين كفر ما يس كان المشرق أفتى بما مغرب ما تو تبي جازو طرف بياري ترى بوا فبهت الذي كفر حيران شد كسي كافر بجوب شد أي ديگه دليل نال وهم شكاس خور قومهم شكاس خور بدرهم شكاس خور غيرت با زور آخر که نشد گفتن خدای ما زرار میرسانی تو انتظار هتیم. تاوره گرف زد کلش اتکا پرچک کرد که پینا خیفا میدین گفت بعد از این گفتن پرتش داتا دلیل نداره یه وزی ایمان بر از نگاه بحث و استدلال هر کافر این که اکی کافرها از اقلانیت و دلائل اقلی و برهان گب میزنن در برابر نقیده توحید در برابر مقاید اسلامی الحمدلله که سخش کس خوردگیست این جرات ندارن که یک رسانه آزاد بر مسلمان ها بتن ها؟ یک رسانه یک تلویزیون اجازه نمی یک رادیو اجازه نمی یک اخبار اجازه نمی بیانی مرد استی در میدان گفته گو برای. تو کافر یا غلام های کافر هم نه هر کی که هست ایم. بحث کنیم فقط منطق از یا زور از زور زور و دکتاتوری منطق کافر زور است. علي إبراهيم عليه السلام شکست خوردن زور استعمال کردن دي ايه منطقی منطقه منطق بحث منطق استدلال عقلانیت دلائل ايش دليل نا داشتن ووهبنا له اسحاق وياقوب كلا هذين ونوحا هذين من قبل ومن ذرية داود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجل محسنين در الله ايه را بيان ميكون از عبده هم بيان کل كل ازياب توحيد استوار بدا. کلش رد شرک میکنه و بعضی از این انبیا کسایی بودن که مثلا اسحاق و یعقوب اینا کسایی بودن پدر انبیا اولاد ابراهیم علیه السلام از انبیا پیدا شد یهود و نصارا میگن ما دای دین هستیم نوح علیه السلام که آدم دوم بود میشناختن اینا از اولادش داوود علیه السلام سلیمان یا پادشاه بودن ایوب یوسف مصیبت ها در زندگیشان نعمت ها موسا و هارون علیه السلام در برابر فرعون مجزات بزرگ الله برش داده بود زکریا و یحیا و ایسا و الیاس از جمله زکریا زاهدین بودن و بسار عبادت الله را میکردن اسماعیل و یسا و یونس و لوت امتی کم بود یعنی کسایی که امتشان کم بود کسایی که زاهد بودن کسایی که پاچا بودن کسایی که انبیایی که موجزات قوی داشتن کلش به عقیده توحید استوار بود و رد شرک میکن عقیده کل انبیا ما و شما الحمدلله عقیده ما و شما عقیده است که همی انبیا داشت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام الله ما و شما را به می عقیدی که الله در قرآن بیان که و از دنیا ببره و علی کفر سخت ثبات به ما عقیده کفری و کافر سخت دور باشیم این نمی ما اگر با کافر نزدیک شویم باز خطرناک الله دیگر نجات بده فتنه بسیار زیاد است و وحبنا الله می بخشیدیم برای ابراهیم علیه السلام اسحاق اسحاق و یعقوب را با وجود که سنش بسار کلام بود علیه شرک مبارزه کرد الله این نعمت داد خب با شما قبلا خواندیم و کلا جعلنا نبیا هر کدامش نبی بود یک اولاد که پیامبر باشه این چقدر قدر نعمت کلانه حال ما شما اولاد خودم میگیم تربیه شوه عالم شوه قرآن دعوتگر شوه نی همی آرمان و مست. هر کدام ما شما همی آرمان داریم ولی که اولاد نبی برد بتاغی خوب بسیار یک نعم الله تو نعمت داد برش ماشاءالله اسحاق علیه السلام فرزندش بود یعقوب باز فرزند اسحاق است خب یعقوب فرزند اسحاق است و تمام بنی اسرائیل باز از اولاد یعقوب است کلا هدینا هر یک را هدایت یعنی به توحید و عقیده رد شرک ثبات داده بودیم ونوحاً هدينا نوح عليه السلام راس از قبل هدايات کرده بورين بتوهيد من قبل وپيش زينة، ومن ذريتي از نوح عليه السلام جا ذريه ابراهيم نيست بخاطره كي پسان كي را ياد كده لوت عليه السلام آه، اسماعيل عليه السلام آه، آه، لوت عليه السلام يونس اي از نبوتي نا بود اي بود از زرنی نوح علیه السلام داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام داود هم پاچایی برش داده شده بود هم کتاب سلیمان علیه السلام نبوت برش داده شده بود مجزات پاچایی هم داده شده بود و ایوب ایوب علیه السلام و یوسف یوسف علیه السلام اینا انبیا مصیبت در زندگیشان آمده و موسی موسی علیه, علیه السلام و هارون هارون علیه السلام و کذلک نجز المحسنین ام قسم جزا میتیم ما نیکوکارا نیکوکاری کسایی که به عقیده توحید استوار هستند و زکریا زکریا علیه السلام و یحیا یحیا علیه السلام و عیسی و الیاس علیه السلام زکریا وی است یحیا فرزندش است اینا پیش از عیسی علیه السلام بودند و عیسی علیه السلام و الیاس اینا انبیا هستند خب عیسی علیه السلام سای در جمله کسای آمرد که پدر خو نداشت یعنی از جمله کسای است که مادر ازی پدر داشت با پدر از او پدر داشت خودش مادر داشت یعنی از جمله نسل انسان ها است و ای اله شده نمیتواند. کل من صالحین هر یکشان جمله صالح بود صالح چی هست؟ که توحید است که باقیده توحید استوار رد شرک علی شرک کفر سخت شدید باشه. در غیر از او یک هم تا که نماز میخوانم که مشرک هم تذبیر پنیسد دانایی داره مشرکین از تایید که در با می ای صالح آدمه هست نیک آدم اون تذبیر شسای و اسماعیل اسماعیل علیه السلام و یسا یسا یا هم یکی از انبیای است که در بین از اینا مشهور نبود الله را یاد میکنه خو اسماعیل علیه السلام اولاد ابراهیم اولاد مستقیمش است از دیگه خانمش است و یونس علیه السلام تابیداره از کم بود اگر که پسان به یونوس علیه السلام قوم شیمان آورده در صورت یونوس میخوانیم و لوتن لوت علیه السلام بچه یا خالیش است. خب اینا تابدارایشان کم بود و کلا فضلنا علی العالمین هر یکش را برتری دادیم بس و مخلوقات زمانیشان و من آبایم و ذریاتم و اخوانیم و اشتباینام و هدینام الى مستقیم از بعضی از پدرها و اولادها و برادرایشان انتخاب کردیم اینا را هدایت کردیم برای مستقیم من تبعیزی است کل پدرای زیای ما نورده بعضشان. بعضی از پدرای امی انبیا که تیر شد و بعضی اولادیشان بعضی اولادایشان بعضی برادرایشان وشتبه اینا اشتباه کش کردن و جمع کردن هم میگه یعنی انتخاب کردیم ما و هده اینا هم هدایت کردیم صبات دادیم الى مستقیم برای مستقیم یعنی به عقیده توحید روان کردیم اهده اینا سرات المستقیم ثابت بساز ما را به عقیده توحید ذالک اود الله یهدی بی ما یشا من عبادی ولو اشرکو لحبت عنهم ما كانوا یعملون الله میگه الله است می عقیده توحید يهدي به من يشاء هدايت میکنه به کسایی که بخواد از بندهای خود یعنی نعمت الله الحمد لله كما ماوش ما هدایت کرد ولو لو الله اللهم يعني به فرض مкرح... اینا شرک میکردن لحبتا برباد میشد انهم از اینا ما كانوا يعملون و اعمالی را کنجام داده بودند انبیا هم میگه اگه شرک میکرد کل عمل نیکش هیچ بود اینقدر شرک خطرناک ولی این انبیا شرک نکردند بعد مشتکین مکه میگه فبراهیم علیه السلام بود پرست بی دینا الله میگه اگه اینا شرک میکردن اعمال نیکشون برباد میشد شرک قخدر قطرناک لین اشرخ تا لیحبتان نعملو حتی پایم سلام الله میگه شرک کردی عملت برباد میشد اما الله را آجد را و مددگار گفتی هم غیر الله را مشرک شدی اعمالت برباد شد هم قانون الله را گفتی سعیست هم قانون غیر الله را گفتی ایام سعیست

نحن في أعماقنا أعماقنا الإيمان اقرأ اقرأ وحيها ورد القرآن اسمح بصوتك اسمح بأقوالك اقرأ اقرأ